سلام خدمت همه دوستان عزیز. امروز وارد مثل جلسه قبل آموزش رزمی و ورزش های رینگی رو دارم آموزش میدم که در جلسه قبل با طریقه مشت کردن، ضربه زدن همه رو آموزش دادیم. اگه میتونید کلیپ رو ببینید و بیشتر متوجه بشید که امروز ضربه جامپ ریورس پانچ رو یا مست مسلم رو داریم، متوجه بشید. جلسه قبلش رو اگه نگاه کنید یا جلسه قبل رو اگه نگاه کنید، من طریقه مشت کردن و ضربه زدن مشت مستقیم آموزش دادم. امروز میخوام جامپش رو آموزش بدم. یه موقع هست حریف ما خیلی دورتره به ما و ما فرصت کوتاهی داریم که به حریفمون برسیم و یه ضربه تمام کننده ناکوتی رو انجام بدیم و این نیاز به دویدنی که به حریفمون برسیم و ضربه مستقیم رو بدم. و این چون که وقتی حریف ما یه ضربه تعادل نداره تا به حالت عادیش برسه، ما میتونیم از اون فرصت کوتاه استفاده کنیم و حریفمون رو ناکوت کنیم و داور تو این وسط 100% استوب میده. شما باید بلافاصله این ضربه رو بزنید. حالا بعدها که رفتیم جلو، ما طریقه کیسه زدن و طریقه ناکوتی توی مبارزه و میت و همین رو آموزش میدیم. فعلا داریم بیس اصلیش رو آموزش میدیم که ضربه جامپمون به چه صورته. پای راست بالا و همزمان توی چرخش مشتمون همزمان کمک میگیریم که هم چرخش کامل داشته باشیم، هم رو به جلو پرش داشته باشیم. یه موقع هست حریف ما قدش بلنده، رو به بالا میپره، اینجا میتونیم ضربه میزنیم. یه موقع هست نه، فرصت میخوام فقط رو به جلو حمله کنیم که ما دیگه نیازی به جامپ بالا نداریم، فقط رو به جلو ضربمون رو میزنیم. این صورتی که پای راستمون بالا و همزمان چرخش مشتمون داشته باشیم، یعنی اینجا که روی زمین قرار گرفتی و چرخش کامل داریم، به خاطر همین زانو کامل بالا و ضربه رو میزنیم. یک دو یه ذره رو جلو باید شیرجه بریم که دستمون کشیده شه و راحت تر ضربه بزنیم و با چرخش کامل هر چقدر ریلکس تر این ضربه رو انجام بدیم، راحت تر انجامش بدیم توی جامپ.